ضمن درود خدمت شما و همیهنان عزیزم در داخل کشور و سرتاسر جهان و شنوندگان رادیو فردا، میخواستم ضمن از این فرصت استفاده کرده باشم و از طریق رادیو فردا به مناسبت روز زن به تمام زنان، زنان ایران، زنان مبارز ایران، زنان خستگی ناپذیر ایران این روز رو بهشون تبریک بگم. خب طبیعی است که در چنین روزی و در جایی که ما میدونیم متاسفانه در کشورمون وضع زنان ایران بسیار وضع بحرانی داره، پیام خاصی دارم برای همیهنان عزیزم، زنان ایران، مادران، دختران، که چنین وضعیتی ابدی نیست و تمام تلاش کسانی مثل خودم و همیهنانی که باورمند هستیم به اصول آزادی و حقوق بشر و دموکراسی و سکولاریسم، معتقد هستیم که در یک ایران متفاوت از حکومت موجود تمام مشکلاتی که همچنان جامعه ما باش مواجه هست، به خصوص زنان ایران، کاملا قابل حل هست و تضمین هایی که در یک حکومت قانونمند خواهد بود برای اینکه برابری کامل بین زنان و مردان در کشورمون بازگردد و از این وضعیت وخیمی که درش هستیم بالاخره نجات پیدا بکنیم. شاهزاده رضا پهلوی، طی ماه‌های گذشته شما سفرهای متعددی به کشورهای مختلف داشتید و با شخصیت‌های این کشورها دیدارها و گفتگوهایی انجام دادید. تا کنون این دیدارها و گفتگوها نتایجی در بر داشته؟ نتایج رو در عمل وقتی که به مراحل بعدی کار برسیم، به خصوص در ارتباط با تشکیل یک شورای ملی که در اصل هدفمند هستش برای رسیدن به شرایطی که در کشورمون بتوانیم به فضای آزاد سیاسی برسیم برای برگزاری انتخابات به مفهوم اخص کلمه آزاد، چنین وضعیتی امروز اینجوری بهتون بگم مشتری بیشتری داره پیدا میکنه از دید به خصوص کشورهای خارج و غربی ها. از این لحاظ که از یک سو متوجه شدن که با این نظام نمیتونن کنار بیان، دیپلماسی تا به حال جواب نداده و به احتمال قوی هم نخواهد داد به دلایل متعددی که از حوصله این مصاحبه فراتر میره، در سوی دیگر خب همه تلاششون این هستش که یک جوری از یک نوع برخورد نظامی یا احتمالاً حملاتی به تأسیسات کشورمون تا اونجا که ممکنه اجتناب بشه، به شرطی که راه حل و گزینه دیگری هم در کار باشه. و دقیقاً به همین دلیل هست که از یک سو بلکه کار به جای باریک نکشه و هزینه رو بر کشورمون خیلی کمتر بکنه این وضع، و راه حلی رو ارائه بدیم که هم به نفع مردم ایران باشه هم به نفع جهانیان، طبیعتاً توجهشون خیلی بیشتر جلب شده به اینکه چنین وسیله خیلی میتونه کمک بکنه در پیدا شدن گزینه‌ای بهتر از گزینه‌هایی که تا به حال باهاش سر و کار داشتن. خب روی این مسئله بسیار کار شده در عرض این یک سال و نیم لااقل بهتون بگم، و پیشرفت‌های بسیار خوبی هم داشتیم، به خصوص که از همه جالب‌تر برای من این بود که همچنان که ریزش‌های در درون خود نظام مشهودتر داره میشه و خیلی ها به عناوین مختلف علاقه من شدن که به نوعی خودش رو وصل بکنن به این کار یا شرکت بکنن یا حمایت و پشتیبانی خودشون اعلام بکنن، و بسیاریشون هم در مقامات مهمی هستن در کشور در حال حاضر. این نشون دهنده این هستش که چنین کاری هم مورد نظر همیهنانمون هست، مدت هاست که در پیش بودن و امیدوار هستیم که از این طریق بتوانیم وضعیت مناسبتری رو فراهم بکنیم که از این بنبست و از این درجایی و از این حالت سکنا خارج بشیم و یک راهکاری به وجود بیاد که کمک بکنه در وهله اول به همیهنانمون در تلاشی که دارن برای مقابله با این نظام، و به امید پروردگار و با همت همیهنان عزیزم برسیم به اون روزی که نهایتاً شرایطی در کشور ما برقرار بشه که حاکمیت برگرده به دست مردم. و در اینجاست که وقتی که گوشزد میکنیم به مقامات مختلف کشورها، حالا چه قانونگذار باشن چه تصمیم گیر، که اهمیت سرمایه گذاری روی خود مردم ایران و حمایت از اونها یه امر کلیدی است که تو این 34 سال هرگز تا به حال در نظر گرفته نشده، ولی اکنون وقت آن رسیده که واقعا این مسئله رو جدی بگیرن اگر بخواهن هزینه رو چه برای خودشون چه برای کشور خودمون کمتر بکنن. شاهزاده، به طور خلاصه میشه گفت که شما با گزینه نظامی و هر گونه حمله علیه ایران مخالف هستید، مخالف سرسخت، درسته؟ همیشه اینطور بوده و دلیل خیلی واضحی هم داره، برای اینکه از یک سو به نظر من چنین حمله ای اگر با این فرض باشه که بخوان جلوگیری بکنن از اتمی شدن نظام به مفهوم نظامیش
حد اکثرش این هستش که ممکنه 2-3 سال برنامه هسته‌ای این نظام رو به عقب بندازه، اما اصل مشکل حل نمیشه و از طرف دیگر تمام عواقب دیگری که از نظر بحرانی که در منطقه این چنین حملاتی میتونه ایجاد بکنه کاملا واضحه. از طرف دیگر بخش عظیمی از همیهنانمون نمیتونن قبول بکنن که به کشور ما چنین حمله شده باشه. یکیش خود من که به محض این اتفاق بیفته عملا در مقابل هر نوع تعرض به کشورم خواهم ایستاد به عنوان اعتراض. سوم اینکه مهمترین عواملی که امروز میتونن جزئی از این تغییر باشن عوامل انتظامی که در کشور ما امروز هستن، ارتش، سپاه و دیگران که میتونن همپیمان ما باشن، برگردن به صفوف مردم و کمکی بکنن به تغییر وضع. ولی اگر کشور ما بهش حمله بشه، خب به ناچار این افراد مجبورن از کشور دفاع بکنن و اینها رو به عنوان یک همپیمان و یه همرزم از دست خواهیم داد و چه منفعتی به مردم ایران و به جهان خواهد رسید؟ این یک سناریو به قول معروف بازنده خواهد بود که تنها استفادهش رو رژیم خواهد برد و هیچ کمکی نه به دموکراسی خواهد کرد نه به حل مشکل اساسی که در اصل نظام پشت سرشه. حالا میخواد مسئله هسته‌ای باشه، تروریسم باشه، رادیکالیسم باشه و تمام مشکلاتی که این حکومت از بدو تأسیسش در منطقه و در جهان به وجود آورده.